در خدمت حجت الاسلام من رضا پناهیان هستم که برای بار دوم به گرمانات خوش اومدید آقای پناهیان. خدمت شما هستیم. میخواید سلام علیکم بینندگان نشید. خدمت همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظات پایانی ماه مبارک رمضان رو به خوبی استفاده کنیم. انشالله. خیلی ممنون. ببخشید پناهیان که شما یه مقدار معطل شدید چون برنامه قرار بود 11 و 20 دقیقه شروع بشه ولی خب یه 25 دقیقه تاخیر داشت. ما نفهمیدیم دلیلش چیه. دکور برنامه هم شکسته. مثلا معلوم نیست کی شکسته، کی اومد، کی رفت و یه اتفاق عجیب غریبیه ولی خب شاید برنامه آخر بود، شاید این کانتینیوس سرفس به قول آقای اسلامی که مظهر فضای مدرن بود یه جوری باید تو برنامه ما میشکست، ما اینو به فال نیک میگیریم. آقای پناهیان، ما درباره نگاه کردن و بازخوانی مبناها صحبت کردیم. شهید آوینی جمله دارن میگن که اگر انسان‌هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستن خود از معیارهای اصل خویش تبعیت کنن دیگر تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. ما اگر یک تغییری بخوایم در جامعهمون ببینیم، یک تحولی در سبک زندگیمون ببینیم، چه جور آدمایی رو لازم داریم؟ طبیعتاً به اون آدم‌ها کیان؟ چجوری هن؟ چی کار میکنن؟ طبیعتاً باید به افرادی فکر کنیم که تسلیم وضع موجود نباشن و اعتراضشون هم به وضع موجودی که اعتراض سطحی نباشه، بلکه بتونن با یک نگاه عمیق و با یک روحیه انقلابی شجاعت داشته باشن اون نگاه عمیق و متفاوتی چی مشخص میکنه این؟ پیدا میکنند و انتقال بدن به جامعه. اگر کسی بخواد اوضاع موجود رو توجیه کنه، اگر بخواد یه جوری دفاع بکنه، یه جوری مقهور خوبی‌های موجود بشه، این نمیتونه تحول ایجاد بکنه. آدم انقلابی آدمیه که آدم تحول خواه، حالا تعبیر انقلابی من به کار میبرم، آدمیه که متفاوت بودن رو عمیقاً دنبال بکنه و دوست نداشته باشه که یک تغییر اندک ایجاد بکنه. این همت توی هر کسی نیست. خیلی از آدم ها هستن آدم های بیشتر مصلحت اندیشن، بیشتر تغییرات اندک رو میخوان، بیشتر منافع خودشون رو میبینن. خیلی از آدم ها هستن اصلا عمیق نمیبینن، اینکه چی رو میخوان مهم نیست، عمیق نگاه نمیکنن. خیلی از آدم ها هستن جرأت بیان ندارن، جرأت اظهار نظر ندارن. بخوام مثال بزنم، حالا نمیدونم شما این بحث رو میخواید تا چقدر پیش بره، ولی مثالی که میخوام بزنم اون پادشاهی که لباس تنش نبود، همه از ترس اینکه متهم نشن هیچی نمیگفتن، یه دفعه یه بچه‌ای با کمال اخلاص گفتش که این که لباس نداره، انگار حرف دل همه رو زد، همه رو به هم ریخت. انسان تحول خواه صفای اون کودک رو داره و صداقت و صراحت او رو داره. یه دفعه تلنگری میزنه که همه اون چیزی که پشت پوسته ظاهریشون پنهان کرده بودن بیرون میریزه و البته در این راه باید مشقت‌های فراوانی هم کشید. همیشه جامعه اینقدر آماده نیست تا با یه تلنگر بیدار بشه. باید به فکر تحول باشیم ما، مخصوصا الان که دیگه غرب رو به عنوان الگو نداریم. الان باید بریم دنبال یه راه جدیدی بگردیم. اون راه جدیدمون کاملا باید مشخصاتش رو معلوم بکنیم. خب کیان این آدمایی که این تحول رو محقق میکنن، چه خصوصیاتی دارن یا چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟ کسانی که دوباره من عرض میکنم به درک عمیق نائل شدن. درک عمیق لاجرم درک دینی عمیقه. درک سطحی عمیق، درک سطحی دینی هم خیلی ها دارن. خیلی ها ممکن از احکام دینی خبردار باشن ولی قدرت تجزیه تحلیل عمیق نداشته باشن. خیلی ممکن از معارف دینی خبر داشته باشن اما قدرت تجزیه تحلیل عمیق نداشته باشن. خیلی ممکنه پدیده‌های اجتماعی رو بشناسن، کلی آمار هم دستشون باشه، اما باز قدرت تحلیل عمیق این پدیده‌های اجتماعی رو نداشته باشن. باید کسی که ژرف نگر اطلاعات دینی خوبی داره، چون اون راهنماست برای استفاده از هستی. دین یه راهنماسی بروشوره که میگه این هستی رو من آفریدم، این راهنماشه که اینجوری ازش استفاده کن. دین به این دلیل دارم عرض میکنم. خب خیلی آدم ها هستن دین دارن ولی از این جنس تحول خواه نیستن. بله، چون درک عمیق ندارن اصلا از دین. از دین دارن استفاده حداقلی میکنن.
از دین عافیت جویانه دارن استفاده میکنن، از دین به عنوان مسکن دارن استفاده میکنن، از دین عمیق اصلا خیلی ها استفاده نمیکنن. درک دینی داشته باشه و درک دینی عمیق ژرف نگر باشه. ائمه معصومین به ما فرمودن علیکم به درایه لا به روایه، روایت نکنید فقط حرفای ما رو، درک کنید عمیقا حرفای ما رو. علینا القول اصول و علیکم به تفریع، ما اصول رو به شما میگیم شما فرع بزنید ببینید چقدر مطالب از توش در میاد. پس یه گروه باید این یه ویژگی دیگه، پدیده‌های اجتماعی رو عمیق نگاه بکنن. مثلا اگر بی‌حجابی میبینن بگن که خب این بی‌حجابی توی دختران جوان، یه تحلیل عمیق بکنن. من یه نمونه شو عرض بکنم، شاید این از نظر من عمیقه. بگن خب خانم‌ها از آقایون معمولاً معنوی ترن، به معنویت بیشتر گرایش دارن. جوان‌ها بیشتر از مسن‌ترها به معنویت گرایش دارن. پس دختران جوان در هر جامعه‌ای متدین‌ترین قشر میشن. پس اگر دختران جوان گاهی دیده میشه که دین گریزی میکنن، این اتفاق ساده نیست. مثل یک گناه کردن آقا پسر و چشم پرونی او نیست. پدیده رو عمیق نگاه بکنه. بگی یه اشکالی در ساختار فرهنگ ما و زندگی ما وجود داره که این اینجوری شده. این دیگه فقط با نصیحت درست نمیشه. پس باید در ارتباط با پدیده ها هم ژرف نگر باشن. اگر کسی در ارتباط با پدیده های جامعه ژرف نگر باشه، مثلا امام اینجوری بود. امام ژرف نگر بود، ایمان پنهان در درون مردم رو میدید. بسیار از علما به امام میگفتن این انقلاب نمیگیره، مردم نمیان، ولی امام مردم رو میشناخت، عمیق مردم رو نگاه میکرد، این زندگی مردم رو عمیق نگاه میکرد. بعضی آدم های سطحی هن. همین وضع ظاهری جامعه رو میبینن میگن بدتر شده از قبل. این آدم های سطحی هستن، تو هر مقامی هستن، تو هر مقام معنوی و علمی هستن، باید گذاشتشون کنار. اینا منظرن حتی برای جامعه، نه تنها به درد تحول در جامعه نمیخورن، چون بلد نیستن عمیق ببینن. اونایی که نمیتونن اشکالات غرب رو عمیق ببینن، مثلا کنار دریا رفتن و لخبازی های اونها رو مثلا بد میدونن، شراب خوریشون رو بد میدونن، اما کارت ساعت زنیش رو بد نمیدونه. چرا کارت ساعت زنی در غرب بده؟ برای اینکه کارت ساعت زنی در یه اداره به شما میگه که ما اولا آدم ها رو برخوردار از شخصیتی به نام نظم و فضایل اخلاقی نمیدونیم، همه رو حد عقلی میخوام باشون برخورد کنیم، اعتماد نمیتونیم بکنیم به کسی. کارت ساعت زنی میگه بنابر اینه که شما راست نمیگی. تو کشور من پره کارت و ساعت زنی و دوربین و همه شما فکر کنم برای همین اومدید اینجا بحث بکنید که اون زشتی های فرهنگ غرب رو که زیبا جلوه کرده اونا رو نشون بدید، و الا شما که نمیدید بگید که عرق خوری ها رو ببندید. ما عرق خوری ها رو 30 سال پیش جمع کردیم. بگید کازینو رو ببندید، خب اون کازینو که جمع شده بود قبلا. بی حجابی غرب بد خانواده رو بنیادش رو از بین میبره. بله که معلومه که بی حجابی بده، ولی ریشه بد حجابی تو جامعه ما چیه؟ آیا مساوی قرار دادن حقوق زن و مرد ریشه بد حجابی نیست؟ مساوی قرار دادن و نه عادلانه بودن. عدالت یه چیز، تساوی یه چیز دیگه است. تساوی یعنی که به بچه یک ماه هم قرمه سبزی پلو بدی چون میخوای مساوات رعایت بکنی، اون رو دل میکنه. عدالت یعنی هر چیزی جای خودش بگذاری. خب ما اگر بتونیم پدیده ها رو عمیق نگاه کنیم، غرب رو هم عمیق تحلیل بکنیم. آقای سید جمال الدین اسدآبادی غرب رو عمیق ندید، سطحی نگر بود که برگشت گفت من مسلمان ها رو توی غرب، اسلام رو توی غرب دیدم، مسلمان ها رو توی شرق دیدم. این یه نگاه سطحیه. اسلام نظم غربی ها رو نخواسته که. اسلام نظم بر اساس تقوا رو خواسته، نه نظم بر اساس فشار راهنمای رانندگی. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید قانون رو جای شخصیت اخلاقی افراد جا بگذارید و بی خیال شخصیت اخلاقی افراد بشید، بگید ما با قانون همه چی رو میخوایم جبران کنیم، نظم رو هم با قانون میخوایم بیاریم. قانون محدوده خاص خودش رو داره، لازم هم هست، ولی قانون همه هستی ما نیست. غرب رو اگر عمیق نگاه بکنیم یه جاهایش رو میبینیم بده که تو جامعه ما الان اصلا به عنوان امور خوبی که از غرب باید یاد گرفت تلقی میکنن. مثل همین کارت ساعت زنی که گفتم، مثل بحثایی که در مورد حقوق زن و مرد هست که دفعه تحمل نمیشه احکام اسلامی چون درک نمیشه. انگار غربی ها که مساوی کردن حقوق زن و مرد رو به چه فایده ای رسیدن که هی ما داریم هول میدیم قوانین حقوقمون رو به اون سمت. خب شما فکر نمی کنید این
ضعف فضای فرهنگی شاید دینی ما هست که این عقلانیت بیاد تبیین بکنه. شما توی برنامه حجاب اومد اینجا و گفتید یه سری مسائل هستش که ما نمیتونیم مثلا درباره صحبت بکنیم که در دین ما میاد. عوامل مختلفی دست به دست هم دیگه میدن. خب یکی از نکات رو که شما الان بحث رو شروع کردید ما سر اون الان داریم بحث میکنیم، نخبگانی که میتوانن تحول ایجاد کنن. باید جامعه با چراغ بگرده دنبال اینا، نه هر کسی مشهور شد، نه هر کسی تجربه مدیریت داشت، نه هر کسی علم داشت، نه هر کسی مسئولیت داشت. یه جایی مثلا اینی که نخبه تحول ایجاد کننده نمیشه که. آقا یه نفر هست، من برای شما آدم میارم، مدیر 30 سالم هست مدیریت میکنه، هر رو از بر نمیتونه تشخیص بده، قدرت تحلیل نداره. یه کسی علم داره، قدرت تحلیل نداره. نمیخوام متهم کنم، ولی میخوایم راست با هم صحبت کنیم. باید اون قدرت تحلیل عمیق باشه که با اون قدرت تحلیل عمیق رفت تو میدون. الان یه نفرم قدرت تحلیل عمیق داشته باشه یه جایی پیداش بکنن، میرن داوری صحت و سقم کلام او رو به یه عده‌ای میدن که احیانا ممکنه سطحی نگر باشن اصلا. اونا هم چون این حرفا رو نشنیدن یه دفعه انکار میکنن. امیرالمومنین میفرماد آدم ها دشمن چیزی هن که نمیدونن، چون نمیدونه، اینو بلد نیست، نخونده تو کتابا، میگه این غلطه و اصلا باش دشمنی میکنه. خب این جواب که بینداره که ما مثلا درباره ازدواج موقت نمیتونیم دو جامعه هم صحبت بکنیم. ببینید اینا یک مجموعه است، یه منظومه است. ما باید منظومه معارف دینیمون رو یه ساختاری بهش بدیم، این ساختار رو ریشه و بنمایش رو تعریف کنیم برای جامعه که تعریف نشده، اگه خواستید بهش اشاره میکنه، و بعد سرشاخه هاش رو هم نشون بدیم. اگر این منظومه رو با همدیگه نشون بدیم به عنوان یه بسته، خیلی از مشکلات توی جامعه ما راحت تر حل خواهد شد. اون وقت بخش فرهنگی باید بیاد روش فرهنگ سازی بکنه، فیلم بسازه. بخش آموزش پرورش باید بیاد طبق همون برنامه ریزه، آموزش عالی طبق همون باشه. خب این چجوری میتونه اتفاق بیفته وقتی جرأت ورود به بعضی حوزه اصلا وجود نداره؟ یعنی خود روحانیون هم نمیتونن درباره سری مسائل صحبت بکنن، با یه نگاه معذرت خواهانه همه چیز رو توجیه میکنن، بله اینجوریه اینجوریه اینجوریه. ببینید من اینجا میگم که اول سیاست، قدرتمندان، اونهایی که دارای پست هستن، اونها باید آزاده باشن، اونها باید تعلق خاطر داشته باشن به کارشناسان فهیمی که این ویژگی ها رو داشته باشن. اگر یک سیاستمداری چه در مجلس شورای اسلامی، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، حالا سیاستمدار نیست تو قوه قضاییه ولی مثلا مسئولیتی مدیریتی داره که بار سیاسی داره در بدنه ها، حرف کارشناسان رو براش ارزش قائل باشه و از آبروی خودش برای تحقق این سخن خردمندانه بگذره، از آبرو، از رأی خودش بگذره، مملکت ما با سرعت بیشتری درست خواهد شد و الگوی جهان خواهد شد. یک سیاستمداری که قدرت دستشه، او چرا دیگه مصلحت اندیشی میکنه؟ در پذیرش یک سخن خردمندانه و حتی در تولید سخن خردمندانه چرا سرمایه گذاری نمیکنه؟ میخواییم بسته‌بندی بکنیم بریم جلو. من البته اینها رو به عنوان ایراد نمیگیرم، هر مقدار محسناتی که تو کشور ما هست ناشی از همین مقدار فضائلیست که وجود داره. اما شما اگه صحبتتون سر مشکلات باقی مانده است و اگه میخواید به سرعت این مشکلات برطرف بشه، از سیاستمداران باید شروع بشه. سیاستمداران به نخبگان با علامتهای ویژه بها بدن و پای اجرای سخن اونها از قانون کردنش تا اجرا کردن این قانون فداکارانه بایستن. آقای پناهیان، شما از یک واژه استفاده کردید به اسم واژه، یه مفهوم به اسم انقلابی بودن. خب میخوام ازتون بخوام که بیشتر درباره این صحبت بکنید. اگر فرض کنید یه گروهی هستن، یه گروه خیریه هستن، دغدغه‌های انسانی دارن و یه سری مسائل رو تحلیل می‌کنن، دارن این سری کارا رو می‌کنن، آیا نمی‌تونیم به اونها بگیم که اونها دارن انقلابی فکر می‌کنن؟ نه، هر کار خوبی انقلابی نیست. هر کار خوب انقلابی، انقلابی چیه؟ ببینید انقلابی، حالا تعبیر انقلابی که کلمه انقلاب زیاد مال ما نیست، آریتیه، کمی مارکسیستی و سابقه اینجوری داره. ما تعبیر دقیقمون جهادیه. جهادی. وقتی کسی زندگی معمولی داره اینو بهش میگن آدم صالحیه. پیامبر گرامی اسلام یه نفر رو دیدن رفیق عمار بود، وایساد با یه
یهودی‌ها بحث نکرد، گفت من با شما بحث نمی‌کنم، شما ایمان آدمو ضعیف می‌کنید، رفت، یعنی در رفت. پیامبر اکرم فرمود اون آدم زاهدی بود. عمار وایساد باشون بحث کرد، فرمود عمار تو که وایسادی مقاومت کردی، تو مجاهد بودی. جهاد یعنی یه مانع بزرگی سر راهه، باید این مانع رو برداشت، نه اینکه راه عادی تو بری. خیلی ها اهل جهاد نیستن، اهل برداشتن موانع نیستن. ما موانع داریم، ما الان مشکلاتی تو کشورمون هست که باید جهادی برطرف بشه. نمونش همین جهاد اقتصادی که آقا فرمودن. خب چرا مثلا یه کسی که دغدغه‌ی انگیزه انسانی داره تو مسئله خیریه نمیتونه جزء؟ حالا من الان عرض میکنم به اون مثال شما برسم. اگر یه کسی یه خیریه را بندازه و سرشو بالا نگیره ببینه ریشه فقر کجاست و تبدیل بشه به آدم غیر سیاسی، بگه من با استکبار جهانی و صهیونیسم و این سرمایه‌داری ذوالصفت کاری ندارم، با این اسلام و مسلمین هم کاری ندارم، به چهار تا فقیر میرسم، این آدم جهادی نیست، یه آدم خوبیه برای خودش، برای خودش و مامانش مثلا، در این حد من میخوام یه مقدار سطحشو بیارم پایین. برو ریشه فقر رو بزن، ریشه فقر کجاست، ریشه فقر رو پیدا بکن، اونو علیهش قیام کن. نه اینکه به فقیر کمک نکنیم، نه اینکه بنیاد خیریه نداشته باشیم. امیرالمومنینی که ریشه فقر رو در نبرد با معاویه میدید، خودش شبها میرفت خرما میداد به یتیما خودش، یعنی نمیگفت قمر اینا رو بردار ببر اونجا برای فقرا، خودش میرفت این کارو میکرد. ولی خرما رسانی امیرالمومنین ارزش داشت که اهل جهاد با ریشه فقرم بود. اون میدونه ریشه فقر در فساده، در نفاقه، در کفره. باید بریم اونجا بجنگه، 110,000 تا کشتم در جنگ صفین بده، اشکال نداره. خیلی هم ایمانشون از امیرالمومنین برگشت. امیرالمومنین لا یخافون لومت لائم، از سرزنش نترسید، به خاطر مردمداری دست از حق بر نداشت. این یک خصلت برجسته امیرالمومنین که کسی ازش صحبت نمیکنه. امیرالمومنین زیاد مردمدار نبود. وقت بعضیا تا یه موقعیتی پیدا میکنن زود میگن که آقا یه وقت مردم چی نشه، مردم امیرالمومنین دوست دارن. بعضی وقتا ما ها میایم حق رو پنهان میکنیم به خاطر اینکه یه وقت بعضی از سطحی نگران در میان مردم از ما روی گردان نشن، ولی مردم روی گردان نمیشن. زندگی انقلابی باید وقتی داشت که به ریشه ها پرداخت و اقدام کرد برای ریشه ها، سطح رو هم درست کرد. یه نفر یه معلم خوبیه، داره زحمت میکشه، درسشو میده. من کی میتونم به اینشون بگم انقلابیه؟ ضمن اینکه اینجا زحمتشو میکشه، ستاد مرکزی وزارت آموزش و پرورش هم ول نمیکنه، میگه این غلطه باید اصلاح بشه. بلند شده ان تقوم لله مسنا و فرادا قیام میکنه، سایت داره، شب داره اطلاع رسانی میکنه. پدر مادرها، ما داریم با نمره بچهای شما رو خراب میکنیم. تو همون نظام داره درس میده، فعالیت میکنه، روشنگری میکنه، نقد میکنه. اینوش میگن جهادی انقلابی. ما الان هنوز به انقلابی نیاز داریم، چون دشمن زیاد داریم، چون مشکل زیاد داریم، چون موانعمون جز با مجاهدت حل نمیشه. موانع نظام ما و جامعه ما با بخشنامه سازمانی و وظایف سازمانی یه عده کارمند برطرف نخواهد شد. آیا همه میتونن جزء این؟ نه، لازم هم نیست. اصلا لازم نیست همه انقلابی باشن. عیسی ابن مریم به حواریین فرمود من انصاری الله. حالا همتون که نمیتونید، یه عده‌ایتون بیاد حالا به من کمک کنید. از اون اولی که جمعیت اسلام و مسلمین چند میلیون نفر بوده تا الان شده میلیارد، یه رقم به ما دادن 313 نفر آدم میخوان. دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، البته تعدادشو نگفت، چند تا آدم آرزو دارم. ولی ما نیازی نیست همه انقلابی باشن، یه عده‌ای باشن کافیه. اینجوری اتفاقا صحبت بکنیم، اونایی که انقلابی نیستن با آرامش بیشتری برخورد میکنن، میگن بابا اینا ما رو آدم حساب میکنن، فقط میگن که کسی زورش بیشتر میرسه بیاد فداکاری بیشتر بکنه. خیلی از خوبا انقلابی نیستن، لازم هم نیست انقلابی باشن، اینا زندگیشون رو بکنن، انقلابی ها به اینا خدمت کنن، برای اینا بمیرن. تو جبهه ما میدیدیم، تو جبهه انقلابی و غیر انقلابی داشتیم، حالا البته اونجا غیر انقلابی نداشتیم، نیم انقلابی داشتیم. انقلابی ها تخریبچی های مثلا بودن، مثلا عرض میکنم، که میرفتن جلوی گردان راه باز میکردن، بقیه میگفتن اگه راه باز شد ما میجنگیم. واقعا اینجوری بودن، سعادت طلب داشتیم، شهادت طلب داشتیم. واقعا سعادت طلب ها دعا میکردن خدای ما شهید نشیم، بودیم انجام وظیفه کنیم، معمولا هم دعاشون مستجاب میشد. ولی شهادت طلب ها فوق العاده بودن، و بعد شهادت طلب ها برای سعادت طلب ها قیافه نمیگرفتن، هر دو تا هم برای همدیگه میمردن.
شهادت طلب ها واقعا برای بقیه میمردن، سعادت طلب ها هم از سر علاقه برای اونها میمردن. در زمان امام زمان علیه السلام شما فکر میکنید جامعه چجوری همه خوب میشن، درجه یک میشن؟ نه، اصلا لازم نیست همه درجه یک بشن. یه عده خیلی خوب میشن، خیلی زحمت میکشن، یه عده نه، زندگی عادی شده. نسبت این انقلابیایی که میخوان مبنایی تغییر به وجود بیارن به قول شما عمیق، با اون قشری از جامعه که به قول شما قرار نیست اصلا انقلابی باشه ولی تخصص داره، خب یه چیزایی خیلی خوب بلده، تکنیک بلده، باید چه جوری باشه؟ کسی که ارزش داره، یعنی توانایی داره، میبینی یه چیزی بلده، این باید کجا بره؟ حالا من از اینجا شروع کنم، اون نسبت رو قبل از اینکه بگم انقلابی با اینا چگونه است. توی جامعه جهانی، تو جامعه انسانی، یه کسی یه توانایی داره باید چیکار کنه؟ میگه آقا من خیلی میفهمم، خیلی هنر دارم، خیلی مهارت دارم، گره میتونم باز بکنم. این باید احساس آرامش و امنیت بکنه که کسی از او سوء استفاده نمیکنه و همه و کسی هست که به او میدان رشد میده. نظام سرمایه‌داری ثابت کرده از آدم‌های با استعداد سوء استفاده میکنه، میدان رشد و برای شکوفایی بسیاری از آدم‌ها هم نمیده، به اندازه استفاده خودش میدان رشد میده. اما من معتقدم اگر انقلابی خوب معرفی بشه، که تو این 30 سال به ضرس قاطع میتونم بگم ما نتونستیم انقلابی رو به معنای درست، یک نیروی جهادی رو به معنای درست معرفی کنیم، این نیروی جهادی برای هر تخصصی ارزش قائله و انسان متخصص یا توانمندی که لزوما از نظر آرمانی هم انقلابی نیست، واقع بینانه صحبت بکنیم، آرامتره پیش این انقلابی باشه. میگه این انقلابی تا تهش برای من راه باز میکنه، من شکوفا بشم، هیچ وقت هم از من سوء استفاده نمیکنه، بهره من رو هم به خودم میرسونه و سرشو میندازه پایین، مدیریت انقلابی خودشو میکنه میره جلو. شهید چمران رو من به عنوان یه عنصر جهادی و انقلابی میشناسم. ایشون توی شورای مشورتی خودش همیشه یه دونه ساواکی میذاشت، اینو تو تلویزیون پخش کردن، یکی از معاونین ایشون فرمودن. حالا کسی که قبلا ساواکی بوده تو وزارت دفاع بوده، اخراجش نکرده بودن هنوز، این بده رو برمی‌داشت میآورد. معاونشون میفرماد که ما بهشون گفتیم که آقا اینو بیرونش کن. ایشون میگه چرا؟ باشه. میبینی که تو جلسات همیشه بدترین حرفا رو میزنه، منفی میبافه. میگه ببین نداره، ما منفی ترینا رو همینجا میشنویم، دیگه بدتر از اون حرف نباشه، شنیدیم کارمون رو محکم میکنیم. سعه صدر یه انقلابی رو ببینید، یک انقلابی حتی برای حرفای غلط غیر هم بها قائله. سعه صدر میگه بیا تو میدون، هر چی کار میتونه انجام بده. اساسا جامعه مهدوی، جامعه دینی، چه جامعه ایه؟ جامعه ای که اجازه خودشکوفایی به انسان ها میده، هر کسی استعداد خودش رو رو کنه، خلاقیت داشته باشه و به اوج خلاقیت برسه و بره. و مدیریت جامعه انسانی یعنی همین اتفاق که غرب ادعاشو کرد ولی الان میبینیم که استعداد سوزه. او کنترل میکنه آدم ها رو، او اجازه نمیده هر کسی رشد کنه، او کرور جوان ها رو میفرسته دانسینگ ها و کازینو ها و که بتونن آرام باشن، بتونن مشغول باشن، به اینا درگیر نشن. بعد یه استعدادهایی رو هم شناسایی میکنه، به استخدام میگیره. بعد که به استخدام گرفت از اونها استفاده میکنه، اونها رو تبدیل میکنه به نوکر مرفه و نادان و ساده لو و بعد شیره جهانیان رو میمکه. شما فکر کنید قدرت استکبار جهانی، بارها مقام معظم رهبری فرمودن به علم، علمشو کیا درست میکنن؟ آدمای ساده لو. متخصص، یه متخصص باید بدونه یک انقلابی اصیل، جهادی درست، از او بهترین استفاده رو خواهد کرد برای جامعه و برای او بهترین زمینه رو ایجاد خواهد کرد و از اون طرف از او سوء استفاده نخواهد کرد. چقدر از این اتفاقی شما در ازای صحبت میکنید تا حالا رقم خورده در کشور ما؟ من فکر میکنم خیلی صادقانه بخوام، بله، اتفاقهایی که میفته، چون من با بعضی از بچه‌های نانو تکنولوژی، با بعضی از بچه‌های مؤسسه رویان، با بعضی از بچه‌های دیگه که کارهای سنگینی تو کشور انجام دادن آشنا هستن. اینها فقط ثمره انقلابن. اتفاقهای علمی اصلی که تو جامعه ما میفته هنوز تحلیل نشده. هنوز یه فیلم شاید براش ساخته نشده. شاید. من خیلی چون به کار کرده فیلم معتقدم، دارم مثال میزنم. به کارگردانان ارجمند کاری ندارم. میگم اینا باید دیده بشه.
وقتی که من میرم میبینم این سینه زن هیئت ما بود، رفت دانشگاه، دانشگاه شریف قبول شد، الان اونجا نانو تکنولوژی داره کار میکنه و به چه نتایجی رسیده که خیلی هاشو هنوز رو نکرده شاید نظام. بعد اونجا هم یه هیئت زده، این با انگیزه مادی رشد نکرده، با انگیزه مادی کار علمی نمیکنه. بعد توی رنج اینا که نگاه میکنی میبینی همه اینجوری هن. بعض از این شهدای علمی که ما داشتیم خاطراتشون از خانماشون ببینید نماز شب خونهایی بودن که بعض از ما طلبه ها اونجوری نماز شب نمیخونیم. این یعنی یه مدل دیگه ای برای زندگی که ما تو انقلاب تونستیم به دست بیاریم. اینو باید ببینن همه، اینو باید خبر داشته باشن ازش. های پنل شما میگید که ما چالش داشتیم در تبیین این مفهوم انقلابی، شما چیکار میکنید؟ چجوری با جوان ها صحبت میکنید وقتی میخواید بهشون بگید انقلابی؟ من وقتی که بخوام با جوان ها صحبت کنم حداقلی باشون صحبت نمیکنم، تجربه ای دارم. حداقلی صحبت کردن اینه که به جوان بگی که ببین این دو رکعت نماز بخون دیگه، به کجات برمیخوره، یه ذره حجاب بگیر دیگه. این حداقلی صحبت کردن با یه جوونه. ولی من معمولا حد اکثری صحبت میکنم چون تجربه جبهه رو دارم. تو جبهه بهش میگفتی که آقا میری انتقام مظلومیت از زهرا رو بگیری پاش جون بدی، میگفت آره، به خاطرش نماز خونم میشد. اون حداقل اخلاق رو هم به خاطر به اصطلاح اون عزیمتی که پیدا میکرد برای رسیدن به قله، ما با قله بچه ها رو آشنا بکنیم. هر جا میگی که یار امام زمان میخوایم و یار امام زمان با یه قرون دوزار بودن خوب بودن نمیشه، بچه ها بهتر تحریک میشن. نه تحریک میشن، تفکر میکنن. چون جوان اساسا بلند همته، به کم قانع نیست. بعضی وقتا پدر مادرها یا مدرسه ها میان بچه ها رو حد اقلی بار بیارن. عزیزم تو معتاد نشو، شراب نخور، یه نمازی هم بخون، یه شغلی هم داشته، من هیچ دیگه از تو نمیخوام. خب این اشتباه برخورده، کشتی این جوان رو. باید با یک نگاه انقلابی بچه ها رو تربیت کرد. الان بحث معنویت و تهذیب نفس، تجربه شاید 25 ساله خودم رو به شما بگم از روی منبر که با جوان ها، اکثرش هم تو همین تهران بوده، بالاخره خودم شایستگی نداشتم، دیدم که افراد شایسته ای رو وقتی که به خاطر انقلابی بودن بنا میشه تهذیب نفس بکنه، این کار رو راحت تر انجام میده. ولی وقتی که همینجوری بگی آقا تهذیب نفس بالاخره خوبه، میری بهشت، کسی انگیزه پیدا نمیکنه. انسان همینطوره. بعد وقتی میاد کسی میخواد به اسلام خدمت کنه، هی نمیتونه، یه انگیزه پیدا کرده برای نجات جهان بشریت، بهش میگه ببین تا تهذیب نفس نکنی خدا بهت لیاقت نمیده یه فیلم برای جمهوری اسلامی بسازی در اندازه‌های جمهوری اسلامی. نماز شبش رو شروع میکنه. یعنی خوب شدن آدمها رو ما بیایم با نشان دادن قله ها آغاز بکنیم، و قله ها هم یعنی همین جهادی زیستن. خدا تو قرآن به ما فرموده جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا اونجوری که خدا شایسته است، نه اونقدر که وقت داریم، نه اونقدر که حال داریم. اینها یه عده‌ای رو قله میکنه. وقتی ما هم میدونیم اصلا یه عده‌ای قله میشن، خیلی جلسات من میرم میگم چرا اصرار میکنید همه بیان، اصلا چرا اعلام میکنید، چه اصراریه، خودتون بیاید. بچهای دانشجو منو دعوت میکنن دانشگاهی، میگن حاج آقا میخوایم بنر بزنیم، میگم ببین شلوغ کاری که نمیخوایم بکنیم، شما خودتون چند نفرید میخواد جلسه رو اداره کنید؟ میگم 50 نفر. میگم خود 50 نفرتون جمع کنید من میام. برای اینا یه حرفایی میذارم که میتونم برای نمیتونم برای بقیه بزنم. اون وقت شما قله بشید، بقیه به دنبال شما میان. آقای پناهیان، من در این پلاتویی که اینجا طرح کردم درباره نسبت این انقلابی بودن و این انقلابیگری با ایرانی بودن یک سوالی رو طرح کردم. دوست دارم نظر شما رو بشنوم. به نظر میرسه من با بعضی از جوان‌ها صحبت می‌کنم، در دانشگاه خوازن بعضی وقت دعوت می‌کنن، رفتم باهاش صحبت کردم، دیدم که این سوال مدام طرح میشه، پس ایران چی، ایران چی؟ نسبت این روایت انقلابی گری و جهادی بودن با اصالت با مفهومی به نام ایران و ایرانی بودن چیه؟ قبل از که شما پاسخ بدید، من از پخش شبکه درخواست می‌کنم که اگه بتونن یه 7-8 دقیقه وقت برنامه رو زیاد بکنن. خیلی زیاد منصفانه نیست که ما این حرفای خوبو نتونیم امشب تمام بکنیم. من خیلی خلاصه عرض بکنم، ایرانی جماعت نوعاً هم درک بالایی داره، اندیشه قوی داره، هم احساسات قوی داره، هر دوتاش در ایرانی ها هست و برای برتر شدن در جهان به هر دو نیازه. منتها این یه آفته که ما اگر احساساتی بودیم احساساتمون رو کنترل نکردیم، مثل انرژی هسته‌ای تبدیل نکردیم به برق،
خب این هیچ دفعه میبینی خیلی افسرده شدن، خیلی عصبی شدن، خیلی داغون شدن، عقده ای شدن. یا اگر اون درک بالا رو نیومدیم جهت بدیم، خوب ازش استفاده نکردیم، میبینید جیب‌برهای حرفه‌ای درست میشن که واقعا هوش میخواد اون مقدار جیب‌بری کردن و همه شروع میکنن سر همدیگه کلا گذاشتن. ما این هوش برتر، این استعداد ذهنی برتر رو با اون استعداد فراوان قلبی که داریم، ما رو تبدیل کرده به متناسب ترین قوم برای اسلام. چون قوم چون اون قومی که میخواد بیاد اسلام رو درک بکنه و از همه سبقت بگیره، باید استعداد بالا داشته باشه، باید حساسیت روحی بالا داشته باشه، غیرت باید داشته باشه، شجاعت باید داشته باشه. از قدیم میگفتن، حالا نمیدونم درسته یا نه، میگفتن ایرانی‌ها ژنتیک شجاع‌ترن. حالا اینو یه مقاله هایی هم براش نوشتن، کاری نداریم. خب ما متناسب ترین قوم با اسلام هستیم، اینو پیامبر گرامی اسلام فرموده، افتخار میکنیم. باید مسئولیتمون رو بشناسیم و به اندازه مسئولیتمون تواضع کنیم و خودمون رو خادم تمام مردم جهان بدونیم و همشون رو نجات بدیم. من توی یکی از دانشگاه ها رفته بودم، نمیگم کدوم کشور، تو اونجا دانشجوها توی خوابگاه دانشجویی بودن، تو خوابگاه دانشجویی مملکت کفر که مثلا دختر و پسر نداره، و به سفارت گفتم من میخوام برم اونجا، فراهم کنید من برم اونجا. گفتن آخه اونجا زیاد محیطش ممکنه مناسب نباشه حاج آقا اینا. گفتم من میخوام برم تو همون محیط نامناسب، مگه بچه های ما اونجا نیستن؟ من همونجا که بچه هامون میخوام برن، میخوام برم. رفتم و بچه ها جمع شدن و اتفاقا حالا استقبالم کردن. بعضیا به زور حالا یه روسری هم رو سر خودشون گذاشتن، بعضیا اونجا حجابشون نگه میداشتن. بالاخره جمع شدن تو راهرو، سالن نداشت اونجا، چند تا اتاق هم در هم زدن و اینجوری نشستن. بهشون گفتم که من از شما یه سوال دارم، من منتظر بودم من موعظه کنم، قال الصادق علیه السلام بگم، چی میخوام بگم بالاخره اونجا. گفتم شما قبول دارید عقل ما ایرانی ها از خیلی ها بیشتر میرسه؟ همه بلا استثنا گفتن بله. گفتم خب من همین حرفم تموم شد، حالا بگیم، حرف بزنیم، بخندیم دیگه. اونا گفتن حالا اینو برای چی گفتی؟ گفتم دین عقل میخواد، به همین دلیل ما جلوتر از بقیه هستیم در دین داری. نسبت ایرانی بودن اون و اسلام، اون استعدادهایی که اسلامو بگیره بهتر از دیگران میگیره، بهتر از دیگران میفهمه، و اینو رسول خدا فرموده بودن. اکثر فرماندهان سپاه حضرت هم ایرانیان خواهند بود. آقای فرهایان، اگر ما بخوایم این انقلابی بودن رو در اون حداقل در شکل حداقلیش در قشر یک ایدئال ببینیم، این یه سری الزاماتی داره، یک کدوم از این التزامات رسانه است؟ چقدر فکر میکنید این چیزی که ما به عنوان رسانه داریم امروز تجربه میکنیم در خدمت به وجود آوردن همچین فضایی در جمهوری اسلامی ایران؟ بنده فکر میکنم رسانه اکثرا داره حد متوسط به پایین رو نگاه میکنه. شما تا حالا سریالی دیدید که بگه که من این سریال رو ساختم برای اونایی که خیلی میخوان ارتقا پیدا کنن؟ خیلی از جاذبه های حد اقلی رو نداره، فقط انسان های متفکر و انقلابی رو جذب میکنه. چالش های زندگی اونا رو میخواد نشون بده، درگیری های اونا رو میخواد نشون بده. یه معلم انقلابی، یه سپاهی، یه روحانی انقلابی با چه چیزایی درگیره؟ اصلا بگه آقا من نمیخوام این برنامه‌مو عموم مردم بفهمن، چه برسه به این که عموم مردم بخوام بهش جذب بشن. اون وقت شما تازه میتونید جامعتون رو بعد از پخش چنین برنامه‌هایی که برای سطح عالی جامعه داره ساخته میشه، تازه بعد از اون جامعه خودتون رو خواهید شناخت. چقدر استعداد انقلابیگری تو این جامعه هست؟ چرا مردم چمران رو دوست دارن؟ چمران کجاش عوام بوده؟ کجاش عوام فهمه؟ مردم ما خیلی استعداد انقلابیگری دارن. رسانه پا به پای انقلاب نیومده، ماهیت انقلاب رو خوب توضیح نداده. برای کسانی که استعداد برسیدن به درجات بالای انقلابیگری دارن، برنامه نساخته به نظر من. اینجور هم نیستش که خیلی از برنامه ها رو شما برای سطح بالایی ها بسازی، پایینی ها بدشون بیاد. نه، بدشون نمیاد، تحسین میکنن. خیلی ها نمیتونن مثل ابوترابی باشن، ولی تو بدترین محیط ها من خاطرات آقای ابوترابی رو میگم، تحسین میکنن. احب الصالحین ولست منهم، من مثل اینا نمیتونم باشم، ولی تحسینش میکنن. ما یکم میترسیم انقلابیگری رو خوب توضیح بدیم، یا میترسیم انقلابی برنامه بسازیم. یه برنامه های بزنه خط شکنی کنه بره جلو. مثلا شما برنامه دارید برای حجاب که درباره
بهتر شدن محجبه ها صحبت بکنه، نه جذب کسی به حجاب. برنامه دارید که نماز خونه رو وادار کنه بهتر نماز بخونه؟ برنامه نیست. ما الان شب ها تو دانشگاه امام صادق داریم با دوستانمون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، شب های آخر ماه رمضان. اون بحثی که من اونجا دارم اصلا به درد بی‌نمازها و غیر مذهبی‌ها نمیخوره، ولی تمام مذهبی‌ها رو بدهکار میکنه. 100% اونجا میبینن اوضاع خرابه، باید برن درستش کنن. یقه مذهبی‌ها رو گرفتم، اونا رو ول نمی‌کنم. تا خوبا خوب تر نشن بدا خوب نمیشن. رسانه اگر اومد یه همتی کرد برای اینا برنامه‌ریزی ویژه کرد، اون وقت میشه در خدمت انقلاب به معنای دقیق کلمه. آقای پناهیان، بیایید درباره این یه سری مفاهیمی صحبت بکنیم که من مثالش رو زدم. یه اتفاق میفته در جمهوری اسلامی ایران، ما از یک واژه استفاده میکنیم، مثلا استکبار، مثلا سلطه، مثلا مقاومت، مثلا جهاد. اینا انقدر نمیدونم تو یک فرایندی قرار گرفتن که اون مسمای خودشون از دست دادن. من اگه در قبل برم سر کلاسم بشینم بگم امپریالیسم، یه باری داره. همه میگن که آره امپریالیسم، حالا اونایی که موافقن به دفاع ازش بلند میشن، اونایی که مخالفن به مخالفت از اون. اما نمیدونم چه اتفاقی میفته تو ایران اگه بگی استکبار، میگم وای دوباره شروع کردن با سلطه بابا. چه فرایندی دست به دست هم دیگه همچین؟ دو تا عامل هست. یکی عامل طبیعیه، هر ادبیاتی زمان داره، هر ادبیاتی فرسوده میشه، تکرار که شد خورد به گوش آدم دیگه، آدم معنا ازش نمیفهمه، معنا ازش نمیفهمه، چه برسه این که بخواد به اون کلمه علاقه من بشه. باید ادبیات نو تولید کرد برای بیان همون مفاهیم قبلی. این یه کاریست که هوشمندان جامعه بخششون باید بیان انجام بدن. تولید ادبیات نو نیاز اول جامعه است. امام خودشون یکی از شخصیت‌هایی بودن که اهل تولید ادبیات نو بودن. مقام معظم رهبری شخصا این توانایی رو دارن. حالا جدای از اینکه مسئولیت رو الان تو کشور ما دارن، توانایی رو دارن. رسانه باید این ادبیات نو رو پیگیری کنه. اصلا رسانه رو چه کسانی باید اداره کنن؟ یعنی اون مغز متفکر، اونهایی که اهل خلاقیت در تولید ادبیات نو هستن. دلیل نداره ما 30 سال از کلمه استکبار استفاده کنیم. کلمات جدیدی هست که همه رو به فکر با میداره، چه بسا شیکتر و قشنگتر هم باشن. این یک مشکل طبیعیه. اصلا یک کلماتی تکراری بشن، آدم دوست داره این کلمه رو عوض کنه. بعضی ها میبینید علاقه دارن کلمات غربی استفاده کنن، این به خاطر اینکه علاقه داره کلمه جدید استفاده کنه، مثل لباس میمونه. و این علامت فهم مردم هم هست. فهم وقتی رشد کرد اصلا اقتضا میکنه شما کلمات جدیدی رو به کار بگیری. مثلا دیروز یک شیء رو با یک اسم صدا میزده، حالا میخواد 4 تا شیء رو با یه اسم صدا بزنه، شما نیاز داری به کلمه جدید. درسته؟ این یک وضع طبیعی است که باید اتفاق بیفته. عامل دومش هنره. ما غیر هنرمندانه حرف میزنیم، هر کلمه خوبی رو دموده و خراب میکنیم. شما وقتی که تو اون فیلم مثلا شجاع دل، تو اون اوجش که داره مثلا گردنش زده میشه، بعد یه دفعه میگه آزادی، این آزادی برای هزارمین بار تازه میشه. ما کار هنری نکردیم. ما چه سرودهایی ساختیم که این کلمات رو به زیبایی دلنشین بکنه؟ چه شخصیت هایی تو فیلم هامون به زیبایی این کلمه رو گفتن؟ یه طلبه خوب میره توی محلی جذب میکنه دلار رو، یه دفعه چند نفر میرن ثبت نام میکنن برای طلبگی. خب دیگه طلبگی که چیز شیکی نیستش که تو جامعه ما، از خیلی از حقوق شهروندی هم محروم میشه طلبه بخواد بره طلبه بشه. ولی زیبایی حرف اولو میزنه. خدا همینو میفرماید، ولکن الله حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما تا حالا نماز رو خوشگل نکردیم ارائه بدیم، یعنی خوشگلیشو بیان نکردیم، زیباییشو بیان نکردیم. هنر ما رابطه ای با مفاهیم کلیدی دینی جامعه ما و انسانی جامعه ما نداره. هنر کار خودشو داره میکنه، راه خودشو داره میره. خیلی وقتا هم از زیبایی هایی که تو خیابونا هست همه میبینن داره استفاده میکنه، چون هنر نداره کار خوشگلی ارائه بده، 4 تا خوشگل رو میاره توی کارش و پشت سر اونا قایم میشه. خودش نمیتونه. یه کارگردان خارجی من شنیده بودم شخصیت اولش رو چهره زشتی انتخاب کرده بود، بهش گفتن چرا این کارو کردی؟ اون میخوام
کسی به زیباییش توجه نکنه، به معنای فیلم من توجه بکنه. ما باید زیبایی رو و خلق اثر زیبا رو در خدمت برطرف کردن ملالت از این مفاهیم کهنه ولی بسیار عمیق خودمون به کار بگیریم. سلام، این سوال آخرم این سوال خیلی کلیشه‌ای خیلی ساده باشه، یکی میتونه شعالی پاش کنه انقلابی هم باشه یا نه؟ دو تا جواب میتونم بدم. اگر به طور جلسات ما نیفتاده باشه آره چه اشکال داره، اما اگر مثلا دست ما ملاک نیستا، یه جلساتی هست که به انقلابیون آداب یاد میده. تو وقتی که انقلابی هستی باید خیلی فاصلت زیاد باشه از سطح زندگی عوامانه و خوشگذرانانه. مگه خوشگذرونی نیست؟ خوشت نیومده؟ تو از هر چی خوشت میاد باید فاصله بگیری. بله، به یه معنا هیچ وقت نمیتونه یه انقلابی شبال لیپاش بکنه. برای چی شبال لیپاش کنه؟ دلت انقلابی که اول باید دلشو بذاره زیر پای خودش. اما خواستم یه کلمه ای رو برای برنامه شما هدیه بدم. مبنای تمدن غرب، دوست دارم و دلم میخواده، مبنای تمدن اسلامی که داره شکل میگیره و در آینده ما خواهیم دید این رو، مخالفت با دوست دارم و دلم میخواده. دوست داری؟ بذارش کنار. دقت فرمودید؟ بر این مبنا انقلابیون گروه پیشرو هستن. انقلابی که گروه پیشروه با دوست دارماش مبارزه میکنه. اگر شلوار لی، من از شما میپرسم، مظهر دوست دارم و دلم میخواده انقلابی قطعا نمیپوشه، ولی یه جوونی پوشیده، حالا ما بگیم آدم بدیه؟ نه، این نمیتونه انقلابی بشه؟ نه، حتی این انقلابی نیست. نه، چرا انقلابی هست ولی شاید این به گوشش نخورده. آقای پناهیان، ما درباره گره زیاد صحبت کردیم، چه جوری میشه گره رو باز کرد؟ ما یه آینده ای داریم، آینده خیلی قشنگیه، اونم جامعه مهدوی. میتونیم به این آینده نگاه بکنیم، دردمون رو از کربلا بگیریم، اما درکمون رو از قیام امام زمان بگیریم. دردمون رو از کوفه بگیریم، دردمون رو از مدینه بگیریم، اما درکمون رو از جامعه مهدوی بگیریم. باید در اون جامعه تفکر بکنیم امام زمان چند میلیارد رو چگونه اداره خواهد کرد. علیها آلاف و تحیت وطنا، یک واقعیتی که اتفاق خواهد افتاد و جهان بشری داره جبران به سمت حرکت میکنه با همه اختیاراتی که همه دشمنان دین دارن و هر کسی داره، چون همه به بنبست میرسن. غرق اون جامعه که آینده ماست بشیم، از اونجا الگو بگیریم، جامعه خودمون رو بسازیم. حتی در این مسیر نیاز به نقد غرب هم شاید نداشته باشیم، یعنی نیاز حیاتی نیست نقد غرب، معطل اونا که نیستیم. نیاز به متقاعد کردن غرب گراها هم، غرب زده ها هم نداریم. تو کارتو بکن برو جلو. یه زمانی تو این کشور جامعه مدنی مطرح شد. من همون ایام تو مهدیه تهران صحبت میکردم، از جامعه مهدوی صحبت میکردم، بعد میگفتن جامعه مدنی رو نقد کن. گفتم من وقتمو نمیذارم برای نقد این جور چیزا، اینا جارو میشن میرن. و همینجور هم دیدیم الان خود غرب هم نمیتونه از جامعه مدنی دفاع کنه. اون چیزی که همه منتظرشن جامعه مهدوی، بیاد در مورد اون فکر کنیم. امام زمان چجوری بدون سانسور، بدون اعمال سانسور و قانون و نمیدونم خیلی از این جور چیزا، میلیاردها انسان رو رو به قبله به خط میکنه، معجزه میکنه؟ با معجزه میخواد این اتفاق بیفته؟ ما اگر به جامعه مهدوی بیاندیشیم، گره های امروز جامعه ما باز خواهد شد. مثلا اگر شما به جامعه مهدوی بیاندیشید، چجوری تو جامعه مهدوی هیچ مسئولی سوء استفاده چی بار نمیاد؟ منافقانه برای گرفتن پست تظاهر به اسلام نمیکنه. به جامعه مهدوی نگاه کنیم، به غرب نگاه کنیم، میگه بیا ارزش ها رو از بین ببر، همه چی سر پول، تو همه چی شفاف بشه. ولی به جامعه مهدوی نگاه بکنیم، میبینیم که امام زمان به شدت با مسئولین سختگیرن. امام زمان علیه السلام با دو گروه خیلی سختگیرن، یکی با دشمنان اسلام، یکی با یاران خودش. این دیگه کسی نمیره برای طمع چی بره اطراف امام زمان علیه السلام، یا پدرمو در میاره ولمون کن تو رو خدا، بریم زندگی خودمون رو بکنیم. هر کسی وارد عرصه سیاست در جامعه امام زمان نخواهد شد. اونجا رو نگاه بکنیم و اعلام بکنیم، بدونیم به اون سمت حرکت بکنیم،
واقعا قدرت ها مرکز تهارت خواهد شد. وقت اینجوری میشه یه استاندار از زمان آقای امام زمان حرکت میکنه، خاک قدمای او رو مردم به تبرک برمیدارن، برای شفای بچه هاشون دست به سر و روی او میکشن. من یه جایی میگفتم، میگفتن آقا شما داری توقعاتو بالا میبری. میگفتم شما خودتو بالا ببر، شما چرا باید یه آدم معمولی باشی؟ اصلا کی اجازه داده آدم معمولی بده تو مجلس؟ اصلا کی اجازه داده آدم معمولی که این همه زهد نداره بره جایی مسئول بشه؟ زهد نه، من زهد رو گفتم، معنویت نداره. این الگوی ماست، ما آینده به اینجا خواهیم رسید. خب حل بدیم جامعهمون رو، مگه راه دیگه‌ای وجود داره؟ مگه بازرسی کل کشور، قوه قضاییه 10 برابر فر بهتر بشه؟ مگه تمام قوانینی که تو جهان طراحی کردن جلوی فساد قدرت رو میتونه بگیره؟ جز تقوا چی میتونه بگیره؟ این آینده ماست، گرهمون اینجوری باز میشه. بعد تبلور این در سبک زندگی چیه؟ سبک زندگی اون آدم‌ها چجوریه؟ سبک زندگی کیا؟ جامعه اون زمان یا این جامعه‌ای که داره خودش آماده؟ ببینید، ما تو جامعه‌مون یه چیزی رو باید مبنا قرار بدیم. آموزش پرورش ما در این زمینه واقعا ضعیفه. دیگه من محترمانه ترین کلمه رو که میخوام بگم اینه، ما باید بچه‌هامون رو تو مدرسه یاد بدیم، بگیم از 7 سالگی تا 14 سالگی تو تمرین مبارزه با نفس میکنی با کمک مربی مدرسه و پدر مادر. این مهمترین معرفتی است که تو باید یاد بگیری، این مهمترین مهارته. کنترل کنی خودتو با برنامه الهی و با انگیزه الهی که میشه تقوا. این رو ما باید مبنا قرار بدیم تو جامعهمون. تقوا تا جدی گرفته نشه همه بازیه، یعنی ما داریم سر خودمون شیره میمالیم. بنده شاید اینجا جای نقد یک برنامه‌ای که زحمت کشیدن برای آموزش پرورش نوشتن، یک متنی که سند بالادستی بشه برای نظام آموزش پرورش، جای نقد او نباشه اینجا، چون دیگرانی نیستن ازش دفاع بکنن. احیانا شما اون برنامه رو نگاه بکنید، از حیات طیبه توش صحبت شده، یعنی ما می‌خوایم برسیم به حیات طیبه، راه رسیدن به حیات طیبه ازش صحبت نشده که تقواست. یک کلمه ببینید اینو توش پیدا میتونید بکنید. یه گوشه‌ای گذاشتن گفتن دینم باید سر بزنیم. اگر بعد از 30 سال آموزش پرورش ما تازه به این متن رسیده، من نمیدونم چند سال دیگه باید ما منتظر باشیم تا به یه متن خوب برسیم برای آموزش پرورش. تقوا رو باید مبنا قرار داد. یکی از علمای خوب تهران هست، هر دفعه میشینی پای سخنرانیش میگه تقوا. خب شارحین باید اینو شرح بکنن، همه برنامه باید برای تقوا باشه. دبیرستانی از دبیرستان خارج شد بگه دلم میخواد خجالت بکشه، بگه این کار زشته، بگم دلم میخواد. خیلی ممنون آقا پناهیان، لطف کردی که دعوت ما را قبول کردید برای بار دوم در آخرین برنامه گیر ما در خدمت شما بودیم. یه وله رو، وله پایینی رو ببینیم، من برگردم با بینندگان عزیز خداحافظی کنم. بله، لحظات پایانی برنامه گره است. چند تا نکته رو من یادآوری بکنم و اون این که 2 تا برنامه دیگه از سری مجموعه گره پخش خواهد شد که به شکل تولیدی خواهد بود که به گزیده ای از برنامه های قبلی ما خواهد پرداخت. گره دوم انشالله در راه، ایمیل بزنید یا پیامک بزنید به برنامه و اگر پیشنهادی دارید برای برنامه بعدی، در هم در مسیری که باید طی بکنه هم در ساختارش، حتما تایید کنندگان برنامه رو در جریان بذارید. خیلی ممنون که در این چند وقت من رو تحمل کردید. اگر حرفای من رو دوست داشتید خیلی ممنون، و اگر دوست هم نداشتید بازم خیلی ممنون. گره یک مرحله در زندگی من بود، برای مرحله بعدی زندگی من دعا کنید.